محال واک، از همبستر شدن با مردان ثروتمند افغان تا راهیابی عجیبش در سریال خط سوم، رازهای پنهان محال واک که تا هنوز نمیدانستید. پس اگر میخواهید ادامه این ویدیو را تماشا کنید، قبل از ادامه این ویدیو چینل را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. محال واک در سال 1379 در ولایت زیبای لغمان دیده به جهان گشود. او مدل، خواننده، بازیگر، مجری و سینماگر فعال است که در مورد او حرف و حدیث های بیشمار سر زبان هاست که گفتنشان عجیب و غیر قابل باور است. محال واک دختر خانم از قوم پشتون افغانستان که بیشتر با سریال خط سوم به شهرت رسید و تا امروز همچنان در میان دهی از مردم قابل احترام است. محال واک قبل از اینکه با سریال خط سوم بپیوندد به عنوان مدل با تیم حجمل حقیقی کار میکرد و آغاز شهرتش از این خانواده شروع شد. او که از لانه و از مشکلات زن ستیزه های بیشمار سر بیرون زده بود و قصد سرفرود آوردن بار دیگر به این همه مشکلات را نداشت، در آغاز شخص به نام حاجی راتب او را متهم به ازدواج به خودش کرده بود که گویا او قبلا با محال واک ازدواج کرده و از زندگی خوش برخوردار بودند. در نهایت این مسئله باعث واکنش محال واک گردید و در شبکه های اجتماعی همچنان از دختر خانم زیبا و مستعد مثل محال واک تصویر دیگر به ذهن علاقمندانش رقم خورد. محال واک هرچند که این مسئله را تهمت و توهین برای خودش عنوان کرد، اما این مسئله همچنان تا کنون سر زبانها باقی مانده است. محال واک چنان دختر خانمی جذابی بود که همزمان با نشر تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی غوغای برپا کرد که تا ماها در مورد زیبایی او در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران سخن زده می شد. اما محال واک چگونه نقش مرکزی سریال خط سوم قرار گرفت؟ او چطور به عنوان یک مدل معروف کارش را شروع کرد؟ بعد داستان حاجی راتب واقعا حقیقت دارد؟ آیا او در بدل همبستر شدن با مردان ثروتمند ثروت اندوزی کرده و با برنامه های کابل فنز مظلوم نمایی میکند؟ گفته شده محال واک قبل از اینکه با تیم حجمل حقیقی بپیوندد ازدواج کرده بود. او بعد از رهایی از دست شوهرش با تیم حقیقی پیوست. او که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت و آرزوهایش رسیدن به دوشهای موفقیت بود، در اوایل گفته شده بود که با اجمل حقیقی رابطه داشته است که این مسئله چنان که باید نشر نگردید. او به عنوان نقش مرکزی سریال خط سوم گماشته شد. در این میان اما محال واک هدفش رسیدن به چیزی بود که میخواست و از چیزی ترس و حراسی نداشت. اما مسئله شوکه کننده دیگر این که او آیا با افراد ثروتمند در بدل پول همبستر میشد؟ پاسخ به این پرسش واقعا مشکل است، اما آنچه به دست ما رسیده است این است که خانم محال واک در آغاز با افراد ثروتمند همخواب میشده که این در حد یک گمانه‌زنی است که به ما رسیده است. اما شوکه کننده ترین است که گفته شده خانم محال واک با اجمل رحمانی عضو مجلس نمایندگان افغانستان همچنان رابطه عمیق و عشقی داشته که در رسانه ها درز نکرده است. اما آنچه روشن است و دقیقا آنچه که دیگران میگویند حتما نمیتواند حقیقت داشته باشد و گاهی هم واقعیت علنی است. ولی این منبع گفته که محال واک یک خانم سیگریتی با تمام عیار است. با گفته ای او محال واک با رئیس چینل یوتیوب کابل فنز هم ارتباط تنگاتنگ دارد که احتمالاً گفته شده با او ازدواج خواهد کرد. محال واک حالا در یوتیوب کار میکند و میشه گفت یک خانم دلسوز است برای فقرا. ما برای خانم محال واک موفقیت های به شمار خوانیم. دیدگاه شما عزیزان در مورد شخصیت خانم محال واک چیست؟ لطفاً در کامنت ها بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید. تا بعد، خداوند یار و یاور. نادری سر با مذر که من خواه نمیخواستم که هیچ دهی بارا گرد بزنم، هیچ دهی بارا چیز کنم، خواهدت بسیار خواهش کردی و مشکل خود منفهم بیدم که گرد تا اینجا که رسید خیلی بس باید گرد بزنم. درم نادری سر شما سوال کردیم که محال جان در پروگرام خود نام مرا گرفته که من نیست بزرگ یا کلام. پیش از جواب دادن انتان یک قصه خورده برتان میکنم. میگه دو دانه سنبقه در بغل دریا شده بود، قصه داشتن، دید که در بین دریا یک گشتم در سر یک سنگ لاچار استاده است و حیران مانده که دام شد بره. یک سنبقه در بین دریا در آمد رست او را در پشت گشتم اگر بیا در پشتم بیشی که از آب تیرد کنم.
کایتون در پشت شیش دیر از دریا تیر کرد تا همه قدر فاصله دریا تیر کردم کایتون سنبقه را یک سی چار نیش زد نیش زد سنبقه او را که عذاب تیر کرد آمد پیش دوست خود دوستش برش تانه داد به فوتی وانه هم عذاب تیر چکدی و هم طرح نیش زد سنبقه برش در جوابش گفت من دیوانه نیستم من وظیفه خود را کردم وظیفه من یک همکاری یک کمک یا خدمت بود و وظیفه از اون نیش زدن بود پس هر کس وظیفه خود کرد در این باره بر محال جان همکاری من کمک من صرف من حیث یک دوست یک همکار یک کلام وظیفه بود بس دیگه چیز نه و دیگه چیز نمیخوایم هم در این باره من صحبت کنم سوال دومتان که بود که سری کسان میگه که محال جان خانم من نکاح کردیم جناب نرمی صاحب ما هم شدیدیم این چیزا رو با بسیاری گفاره دیگه نال خود مردم دانش کسی بسته کرده نمیتانه مردم کسی گفته نمیتانه و ما میخواییم که از این مشکل ها از این جنجال ها بیش دور باشم هیچ نمیخواییم باشم از اون خاطر ما روز در ریاست محترم لوی سارنوالی هم تحریری این چیز ماندم و هم آل برای شما میگم اگر آنو در کسانی که فکر میکنه که محال جان خانم ماست پس بدون از این که بگم امی محال نام زرلشت چنده تذکیره زرلشت نامش است یا وجمه این امی محال نام زرلشت نام وجمه نام سرمه طلاق است طلاق است طلاق است دیگه این امی یکانه رای آرام و سعی و گریز از این بر من معلوم میشه که چون فامیل ما راحت شوه و فامیل از اونام و همه بی شما که دیگه من همراه تو هیچ چیز ندارم سوال سیومتان بوده که در وقتایی که شما بودین محال جان خیرات ها و این کارهایی رو میکرد یه بعد فال کمک ها نخیر او وقت نمیکرد امی سی چار ماه که ما جدا شدیم سی چار ماه میشن در این وقت شروع کردن و در او کارش من هیچ چیز گفتنی ندارم ها من نیست یک دوست یک مشوره بر محال جان دادم میتونم من نیست دوست یا صرف یک من حیث دوست یک انسان که محال جان از آرزوی یک کودک کده ضرورت از کودک کودک خوب تر است از ضرورت بیرون ها کده ضرورت برادرزاده های ده شما نادریس باور کنید که من در دو ماه پیش یک نیم ماه پیش برادرش بر من زنگ کرد من در دو خیل همراه یک دوست اونا هم از زمینه موجود رفتیم و حالت خانهش که دیدم در اونمو وقت همسایی که در یک اولی دو فامیل هستن همسایی پالیش یک دو دانه کمپل بر دونا امانت به طور امانت داد که تفلک های خانک نخوره که بسیار خانک هستن و اونمو حالت که برادر با غیرتش بود بازم واسه بر من این تکرار میکرد که آجسته یک برادر دیگه ما خانم برادرش گفت که یه دیگه ما هم بسیار وضعش خراب است و تطبیق فروشی میکنن شما فکر کنید دیگر محال جان یک داره توجه در طرف میخواییم و دیگر من هیچ نمیخواییم در این باره در این یک بزنیم محال جان هم نمیخواییم و ما هیچ نوع رابطه هیچ نوع چیز دیگر نداریم از این خاطر لطفا من از این چیزا دور داشته باشیم وقت خوش خدا هست